بچه سلام، اینجا یه جایی اسمش واقعی باشه. بعد الان من مهمون دارم، اولی مهمون واقعی باش اومده پیشمون. خوشم نمیدونه دارم این کارو میکنم. ماشین لباسشویی داره میخونه، چراغا دارن میرقصن و مهمونم هم داره میخونه. نگاش کنیم. داره موزیک گوش میده، من اصلا نمیدونم این چی گوش میده. همیشه موزیک تو گوششه. واقعا فکر کنم یه بخشی از زندگیش با موزیک میگذره. ریحانه چی گوش میدی؟ چی گوش میدی؟ جواب من نمیده. واقعا نمیشه. ریحانه! ها! اسکار وقتی این دو گوشم خب نمیشنوم. چی گوش میدی؟ تا چی داد بذاری من فریکی میکنی؟ چی گوش میدی؟ گذشتن و رفتن پیوسته. گذشتن و رفتن پیوسته مال کیه؟ مال بهزاد عمرانی. بهزاد بومرانیه، بهزاد عمرانی نی. قول هم داری میدیم عمرانی. عمرانی بومرانی اسم، بومرانی اسم خودشونه. بومرانی اسم یه دقیقه بسا. بومرانی اسم گروهشونه، عمرانی اسم خودشه. عزیزم چون اسم خودشم بهزاد عمرانی بوده، اسم گروهش اسم خودشم بهزاد بومرانی بوده، اسم گروهشم گذاشته بومرانی. میشه یه دونه از اون هنسفیریاتو ورداری که بهزاد عمرانی؟ جدی میگی؟ عمرانی اکانتشو میتونی ببینی. خودشو من نزدیک دیدم. خب دیگه عمرانی. خودش همیشه میاد کافه آپارتمان. آخه امروز داشتم با آپارتمان فکر. دقیقا به چیش؟ به این که یادم یه یادم یه بار تاریخ دقیقا بخوام بهت بگم. 6 دی بود. 6 دی 98 توی کافه آپارتمان با 3 تا از دوستان نشسته بودیم. یعنی من از صبح تمرین بودم و تمرین بود. آها کلاس زبان رفتم صبح. بعد رفتم تمرین 2 ساعت تمرین بدن فور. بعدش رفتم یه تئاتر دیدم. من تو سامان دنبال رفتم فلافل خوردم. من تو سامان دنبال رفتم رفتم تئاتر. چرا لعنتی میگی رفتی فلافل خوردی؟ تو میدونی من چند وقت دلم فلافل میخواد؟ اسکول اونا که میرفتم لبه یه مامان جونا چیز بود. اینا مثلا سنگه، اینم یه میز چوبیه، صندلی های بلند داره. بعد میشین فاصله با دیواری که غذا میخوری فلافل میخوری اونا. بعد رفتم با دوستم تاعتش رو دیدم. بعد رفتیم هم دیگه آپارتمان. انقدر بلند خندیدم، انقدر خندیدم، چه دوبارم یادش افتادم تو این 48 ساعت. چه عجیب. حتی شاید 3 بار نه گو میخورم. ولی اینقدر بلند بلند خندیدم که واقعا یارو اومد نمیتونستم بگه. گفتش که ببخش اینا به سکه نمارده. گفتم اوکی به من برخور. بابا یه سیزه دیگه اشکان من ویدیو میگیری سعی میکنم اینجوری نباشم ولی نمیشه. ماشین لباسشویی خود وای من نمیتونم پرواز نکنه. دوباره بودوه بیرون. ای بای ای بای نخل لعنتی باورم نمیشه. خب باشه آروم آروم اشکان. بابا من اینه چوبایی که بغلش گذاشته بودم پس کو. نه این دقیقه آخر دیدی الان که میشه یه زن نیستم. آرامش شد اشکان. نمیخوای برای نودل درست کنم با
کن خیلی قهاری تو پختن نودل و عدسی. آروم شو بابا، آروم شو. خدا لعنت به رژیم. میشه من راجع به رژیم در صحبت کنم؟ آره. رژیمم 3 روز پاکم. غذای حیوانی نخورم. پاک چی؟ یعنی سوء برداشت نشه. پاک غذای حیوانی، پاک برنج، پاک نون، پاک شیرینی نخورم. هیچی نخورم. ریحانه 3 روزه فقط داره آب میخوره، ما میریم خونهش آب میخوره، اون میاد خونهم آب میخوره. خیلی مهم بسکو رفته بود مهمونی میگفت خوراک توه و گفتن واسه چی میگه خوراک منه؟ گفت آبمونو نخورده بودیم آبی اومد آبه بگیریم. ما وایساد نکنه تو اینقدر تکون دادی. خب نه بخور آن خودش مالش تکون کن. اشکان تو چقدر آدم تمیزی هستی که همه اینا رو داری تمیز میکنی؟ بابا میدونی چی آخه من این مبله رو از وقتی که خریده بودم بیا بریم بشین بیا سرم کشیم. خب مهمونی رو میگفتی. آها میگفت ها لیوان رو نخورده برامون باز آب میریخ. اسکول داشتیم راجع به چی صرف میزدیم؟ کافه آپارتمان حرف میزدیم. میشه برقاش باز خونه رو خاموش کنیم؟ آره میخواستم تو تو ببین این ساعت ها خیلی گشتن میشه اشکا. هرکی ندونه فکر میکنه هیچکی چی به تو نمیده اینجا بخوری. خب بهت میگم یه در یخچال بکن هرچی دوست داری بردار بخور. خودت نمیخوری. هیکل شدنم میارزه. یه قابی بگیر که معلوم شه داره هیکلم خفن میشه. نه دیگه بذار یهو سورپرایز شم. الان میخوای لاغری که شده رو بگیری؟ ببین بچه‌ها ریحانه به 100 و چند شده بودی؟ 108 100 108 چی؟ 130 کیلو شده بودی؟ چرا زر میزنی؟ اسکو. میشه بشینی اونجا خیلی ضد نوری. اینجا اینجا بشینی. مرسی. آره. بابا پینا به تو زنگ نزده؟ پینا برچی؟ آخه داره به من زنگ میزنه من نمیتونم جوابش رو بدم. تو زنگ نزنی چی میگه؟ میخوای گوش نگیری؟ وای ببین الان من میخوام با پینا صحبت کنم میخوای بگیری؟ لا اگه چیز خاص مهمی نه اگه خیلی چیز مهم اگه چیز مهمی گفتین میوتش رو من. آره بابا ببین فقط داریم ویدیو ضبط میکنیم و اصلا دیگه یعنی اومدی حالا میخوای یا برو سمت اتاقا یا چیز یعنی داریم ویدیو میگیریم در جریان باش باش اصلا ویدیو بگیریم. نه یعنی میگم بهش بگم هیچی نه هر کاری که میخواستی بکنی زنگ در رو بزن یعنی بعد که آره دیگه تلیه یعنی گفتم در جریان باش. خدافظ خب خدا روشه بهش خوش گذشته. ببین کافه آپارتمان من خیلی خاطره دارم توش ولی وقتی که کافه تایپ باز شد دیگه کافه آپارتمان خیلی کم رفتم. من جفتشو نشستیم تبلیغ کافه های تهران کافه آپارتمان واقع در نه چیزه هر کدومشو 2 بار 3 بار تایپ کنم 2 بار رفتم خیلی کافه برو نبود. ببین تایپ آخه یه چیزی داشت یه چی میگن بهش شیک نه یه آب میوه‌ای داشت خب اسمش هم واقعا یادم نمیاد یه اسم خارجی روش گذاشته بودن بعد من بعد من همه رو میبردم اونجا بهش از اون آب میوه میدادم بعد میدونی مزه چی میداد پرات میریزه واقعا بیادبی نباشه نه به خدا مزه ته سالاد شیرازی میداد محیط و اینا بود؟ نه ولی مزه تهش سالاد شیرازی انگار که آب سالاد شیرازی رو گرفته باشم مثلا اون آب قورو آب لیمویی که توشه خب. با نمک و یه ذره چاشنی فلفل و اینا خیلی خوشمزه بود ولی من هر کیو بردم اونجا گو این چیه مزه تهش سالاد شیرازی. اوکی اینطور بعد
ریحان چقدر دوست داری واقعی باشی؟ ببین هستم، همینو میخواستم بگم. من ویدیو رو مثلا دیدی که میذاریم ها بودم خوندیم اسکل، خب همین شکلی هم من دیگه. بعد نخوام بعد سانسور کنم. میدونی چی میخوان لامصب به خدایی؟ مارکت ایرانی خاک تو سر نسل قبل. بابا نسل قبل خیلی بهتر از نسل الانه الان بوده. آره دیگه اون موقع تکلیفش روشن بود. اشتو خفه شو رو نظر من حرف نزن. به خاطر اینکه همه شو تو چیدمان بردن، بعد باید حتما براتون فیلم بازی کنه یارو، مثلا یه تصویر دیگه ای از خودشو زندگیشو بچهشو چیدمانش نشون بده مثلا، که شما دنبالش کنین یا شما باشین همراهش. نمیدونم آخه، میدونی من واقعا دیدی دیگه، من اصلا واقعا به مرحله رسیدم همراه بودنم دیگه برام اونقدر اهمیت نداره. یعنی امروز داشتم فهم کردم، من موقعی که اکانتم رفت واقعا ببین هرکی بود تلاش میکرد خدایی، من خودم هم شوک میشم یه وقتایی، یعنی برو خودم نمیارم، ولی فکر میکنم اینا خب اوکی همراه بودن دیگه، اصلا نه مثبت نه منفی، ولی رفت. نمیدونم، منم تو این پارادوکسه گیر کردم. الان میگی آره واقعی، تو چی گیر کردی؟ پارادوکس زهر مار. واقعی من واقعی مثلا همین شکلیم ادام فلان نه، بعد میام مثلا نباشم یه شکل دیگه باشم، مثلا یه آلارم داره تر مغزم میگه صاف بشین قوز کردی. خب قوز کردم یه حالت ها دیجور میشنم دیگه، نه خب اوکی صاف میشینم. میدونی اصل یه چیزه، ما انقدر تو فر انرژیمون رو در میره تا میرسیم به اصل تموم شدیم. چه کاریه؟ کار هدف گذاریه. آدم ها دارن میرن برسن کجا؟ نمیدونه. مسابقه است مگه اصلا؟ همون دیدی که به مورد به اساس بریم پولدارترین شیم، بریم خفن ترین، بریم زیبا ترین شیم. ترین الان عصر ترین شدنه دیگه. آره بعد تر، من تر ترم. خب تو دوست داری چی ترین شی؟ آخه ببین اصلا من واقعا یه ترین بخوام انتخاب کنم میگم خوشحال ترین. پس دیگه این بستگی داره من چه شکلی دارم میبینم دیگه. ترین من اینه واقعا دوست خوشحال ترین باشی. آره واقعا، یعنی یه هدف والا برای من باشه اینه که یه روز بگن این خوشحال ترینه. قطعا نیشه عنوان بندی وجود نه، چون سیاست ها نمیذارن همچین چیزی وجود داشته باشه. چون تو اگه یه لحظه به صفت خوشحال ترین بودن فکر کنی، میبینی ترین های دیگه اوکی خوبه خفنه، ولی این یه چی دیگه است. یعنی تو مطلق اصل موضوع رو هدف میگیری. من میخوام خوشحال ترین باشم، من میخوام شاد ترین باشم، دلم میخواد تمیز ترین نگاه رو داشته باشم. توام توته چه من دارم سلطان فریک عالمم، ولی یه برم میگم خب من الان هستم دیگه. عشقو نمیدونیم تا کی هستی، تا کی هستم داریم زندگی میکنیم. من بذارم واسه اون ترین شدنه همین چوس مسقال زمانمم کدوم ترین شدن؟ آفرین کاپ ان میدن. خب ولی تو هم خیلی وقتا تلاش به ترین شدن خودت هم کردی. کردم الان این شکلی شدم. نه تو ببین... همین الان هم تلاش میکنی که مثلا چه میدونم لاغرترین خودت بشی. آفرین خودم، بعد ترین نه خوبتر. چرا؟ چون میدونم ازم خوشحالتر میسازتم. بابا من تعارف که نداری، من جاه طلب تر از خودم ندیدم، تا الانم ندیدم، ولی یه نقطه نها کردم، همش اینو به خودم میگم. الان اوکی من تصمیم گرفتم الان اینجا کاری باید چی نداری. اون موقع به آینه نگاه میکردم جوده باشن، مثلا دستم آینه تصور کنم، میگفتم این کیه؟ اینو که دارم میبینم اصلا من نمیشناسم این کیه؟ چشام رفته بود اون آقا، اصلا چشی نداشت، اصلا چشام روحی نداشت، همه چی خوش بود، همه چی یخ بود. آره مگه نرفته بودم ترین بشم؟ مگه جر نداده بودم؟
لحظه رو، انرژی رو بشه 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 شد؟ ببین همون دیگه به شده یه ذره قبلترش میتونستم موقع بگم آره شد، ولی کدوم شد؟ من هر چی بودم روز خوشحالترین، همه چی یخ بود. میدونی دیگه دست آوردم، من فقط دارم منتالی و معنوی در نظرش میگیرم و اصلا باقی چیزا صرفا مسیر تو هموارتر میکنم. یعنی خواهی بگی آدم چی بود اسمش؟ آدمه. یعنی خواهی بگی آدمه؟ آدمه. منتالی هستی؟ نه منتالی نه، منظورم اینه که با احساس هم دارم حرف زنم. منطقا میتونی مثلا بگی تو زمانی خوشحالتری مثلا که درآمد داری، مثلا خوش زمانی خوشحالتری که کار داری، مثلا زمانی خوشحالتری که خونه خریدی، مثلا ماشین خریدی، مثلا کسب موفقیت کردی، دستاورد زمینی. خب اینا همه همون ترینه است دیگه. خب اوکی دیگه، گفتون ترینه. وقتی به آتون یعنی چی؟ یعنی تو الان دوست داری خونه بخری مثلا؟ آه قطعا که دوست دارم، اصلا رو مود نیستم با درویشانه زندگی کن. نه بابا دوست دارم، معلومه که دوست کی دوست نداره. خیلی خفنه، خیلی لذت بخشه، برکت جذابه تو این جهان، برکت دیگه، سبب آرامش خاطر میشه، مبارک قطعا. ولی اصلا موضوع این نیست. اینه که تو واسه به دست آوردن ها یه چیزی از دست میدی، اون خیلی خره، خیلی گوهه، که تو نگاه میکنی میبینی اوکی مثلا همه چی داری، به دید عموم، به دید عوام داری، به به، ولی تو خودت انت میگیره.